آیت الله علی خامنه ای بار دیگر نسبت به حسن نیت آمریکا در مذاکرات اتمی با تهران ابراز تردید کرد. در واشنگتن واکنش کاخ سفید در برابر تمایل کنگره آمریکا برای تحریم های بیشتر علیه ایران در رسانه های آمریکا بازتاب یافته است. آنچه که در دیدار آقای حسن روحانی حجت الاسلام روحانی با هنرمندان ایران گذشت و سرنوشت دو شاعر ناپدید شده در ایران فاطمه اختصاری و مهدی موسوی و خبرهای دیگر از جمله بازداشت سه ایرانی در دبی در ارتباط با ناپدید شدن و قتل یک بازرگان ایرانی مرتبط با حکومت ایران عباس یزدان پناه یزدی. سلام به شما، جمشید چالنگی هستم، با میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر بررسی میکنیم مهمترین رویدادها و اخبار ایران و منطقه و آنچه را که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرند. در لندن آقای دکتر علیرضا نوریزاده با من و شما هستند و در واشنگتن آقای دکتر محسن تازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوریزاده در لندن. درود به جمشید چالنگی عزیز، دکتر محسن سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان من به ویژه در خانه پدری. آقای نوریزاده، آقای خامنه ای باز درباره بی‌اعتمادی به واشنگتن سخنی گفته و اشاره هم کرده که ما هدفمون از این مذاکرات این نبود که به جایی برسیم، هدفمون از این مذاکرات این بود که فکر ملت بره بالا و دفع شر بکنیم از این سخنان. و امروز هم در نماز جمعه حتی آقای موحدی کرمانی هم درباره مذاکرات اتمی سخن گفته و خواسته از کلمات چند پهلو مذاکره کنندگان ایرانی در این مذاکرات استفاده نکنن یا مواظب کلمات چند پهلو باشه. به کجا داره میرسه؟ آقای عراقچی هم دیدارهایی داشته در ژنو. وقتی ملتی سرنوشتش رو دست روزخانها میده باید همین چیزها رو هم بشنوه دیگه، این چیز خیلی طبیعی است. حرفای آقای خامنه‌ای هم باید به عنوان خنده‌دارترین جوک سال در صدر کتابهای جوک بنویسن. ایشون میگه که ما رفتیم در این مذاکرات صحبت کردیم اینا تا میزان دشمنی آمریکا با ملت ایران و مسلمانان و اسلام و اینا آشکار بشه. دیگه همه دنیا دارن میدونن آقای اوباما چنان به اسلام عزیز علاقه داره که یه طرف تو مصر خواستین اسلامو برقرار کنه، یه طرف تو عراق آقای مالکی حزب الدعوه رو داره تقویت میکنه و همه جا نگاه میکنیم دست آقای باراک اوباما زیر سر مسلمانان است. بنابراین هیچ دشمنی آمریکا با اسلام عزیز نداره، همه انواعش هم تو کلکسیونش داره، عمامه ای، کرواتی، سلفی، همه جورشو خلاصه فراهم کرده. بنابراین این حرف آقای خامنه یه جوک بزرگ است که دنیا بهش باید بخنده مثل حرفای دیگه شون. نکته بعدی اینه که ایشون میگه بله ما رفتیم و مسئله دفع شر، نه دفع شر نبود، مسئله این بود داشتید شکست میخوردید، داشتید فرو میریختید، مثل برف آب میشدید و ناچار دستاتونو بردید بالا، رفتید تسلیم شدید با موافقتنامه بسیار خفتبار. ما اعتراضی نداریم، ما خوشحالیم که اگر این موافقتنامه منجر بشه که سانکشن ها مجازات ها برداشته بشه، کمتر بشه، مردم ایران نفس بکشن، ولی شما برنده این میدان نیستید و برنده این میدان نبودید. چهار تا آقای جان کری دست به سر و گوشتون میکشه به منزله این نیست که بله دنیا چشم بسته و همه جنایات شما رو فراموش کرده، اصلا چنین نیست. امروز دست جمهوری اسلامی تا مرفق بعد از اینکه به خون مردم ایران آلوده شد و مردم عراق و افغانستان و یمن و بحرین و لبنان آلوده به خون مردم سوریه است. شما فقط باید تو این جلسات اپوزیسیون سوریه گاهی آدم بشنوه اینا چی راجع به ایران میگن و راجع به جمهوری اسلامی. و آقای خامنه ای میدونه که
دنیا تمام این جرائم رو در یه صفحه سیاه می نویسه و دور نخواهد بود اون روزی که مرتکبان این جرائم نه فقط در پیشگاه ملت ایران، در پیشگاه جهان و تاریخ باید بایستن. آقای سازگاران سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوریزاده و همه بینندگان گرامی. در همین زمینه ببینید، به نظر میرسه که گام های که متوقع بود از هر دو طرف، چه واشنگتن توقع داشت و چه تهران، برداشته نشد. آنچه که آیت الله خامنه ای گفت و آنچه که در واشنگتن در جریانه، کنگره نومید هست از ادامه مذاکرات، کاخ سفید خوشبین هست. آیت الله خامنه ای هم که اشاره کرده، گفتم که بالا رفتن فکر مردم ایران یکی از هدف ها بود. بگذاریم از اینکه ظاهرا دو نوع مردم یا ملت ایران ایشون گفته داریم، یک سری ملت مثل آقای زنجانی و آقای رفسنجانی و آقای اژه‌ای و آقای بقیه‌ای که دستشون و جیبشون مستقیم وصل به درآمدهای نفتی، و ملت دیگه‌ای که می‌بینیم که کنار خیابون‌ها خوابیدن و جایی ندارن، اصلا نمی‌دونن مذاکرات کجاست و چی هست و چی نیست و محروم. به هر حال ارزیابی شما رو می‌شنویم آقای سازگار. در این زمینه مذاکرات به کجا در حال رسیدن هست یا نرسیدن؟ ببینید، جمهوری اسلامی در 33-34 سال گذشته ده ها بحران سیاست خارجی داشته، اما به نظر من سه بحرانش بسیار بحرانهای بزرگی بوده که خودش درست کرده یا حداقل در ایجادش نقش داشته. یکی گروگانگیری بوده، یکی جنگ بوده، یکی هم همین بحران هسته‌ای و تحریم‌های کمرشکن بین المللی است. هر سه بحران رو هم به یک نوع حل کرده، به این معنی که در با بی تدبیری تموم اونها رو به جایی رسونده که با تحمل خسارات بسیار بزرگ در انتها در واقع با حداقل امتیازگیری و با گاهی با خفت و خاری اونها رو به انتها رسونده. از همه به نظر من الان سرنوشت بدتر داره این داستان اتمی پیدا میکنه. پروژه بی سرانجامی که شخص آقای خامنه ای مؤثر و مقصر بوده، یک ده است کشور رو به بحران برده. اقلن 3-4 ساله که حلقه تحریم ها رو تنگ کرده، میلیاردها میلیارد خسارت به کشور زده، ده ها دزد و غارتگر بیت المال پرورونده، به جان مردم انداخته، و حالا که رسیده آقای خامنه ای به انتها بردن ماجرا، وقتی که من با آقای نوریزاده کاملا موافقم که چاره جز این ایشون نداره و همش هم اصرار داره بگه که من به دلیل تحریما کوتاه نیومدیم و در واقع اینم جام زهر خوردن به سبک آقای خامنه ایه که دائما بین خودش و جام زهرم هی میخواد حائل درست کنه و هی هم به هواداراش بگه که نه خیر، در موضع قدرت نشستیم و حرف میزنیم. الان که کار به مذاکره رسیده و مفاد توافقنامه ژنو این است که در واقع ایران باید از خیر ساختن بمب اتمی بگذره، از شر در واقع بله از شرش به قول شما بگذره، چون واقعا هم به نظر من اگر به سلاح هسته ای ایران دسترسی پیدا بکنه، بیشترین شرش باز گریبان ملت ایران رو خواهد گرفت و از این به بعدش گروگان این بمب اتمی خواهد شد. و حالا که رسیده به اینجا و مذاکرات کارشناسی همین دیروز و امروز در ژنو در جریان، ایران داره یکی یکی چونه میزنه، بلکه 4 سنتریفوژ رو نگه داره یا فلان تأسیسات باز نگه داره، آقای خامنه ای آقای چالنگی میاد و ایشون صحبت میکنه، سعی میکنه که دوباره همون حرفای تکراری که واقعا واژه ها از دست ایشون به نظر من خسته شده، از بس که تکرار روی یک حرفایی میکنه. مضمونش هم خلاصه این که ایشون کوتاه نمیاد، حرفی که
کاملا دروغ و درویی هم هست. حداقل بنده تا اونجایی که خبر دارم پشت پرده کاملا ایشون وایستاده، آقای ظریف مستقیم میره بهش گزارش میده. حالا معلوم شده اصلا مذاکرات با آمریکایی از یک سال و نیم قبلش با نظر خود ایشون شروع شده بوده و میخواد که فقط در بین هوادارانش یک جستی گرفته باشه و این حرفا رو بزنه. اما این دشواری و این مسائل در تهران نیست، در واشنگتن هم همین مشکلات از نوع دیگری است و اون این است که در کنگره امریکا یک طرح تصویب شد در مجلس نمایندگان 400-20 رأی آورده و قانون امریکا به گونه ای است که سنا مجلس دوم که 100 نماینده داره، این مجلس هم قانون خودش رو تصویب میکنه، بعد یک کمیته تجمیع درست میکنن، اگر دوتا مصوبه اختلاف داشته باشه یکسان میکنن و میاد برای امضای رئیس جمهور امریکا که حق دارد اون رو وتو بکنه. اگر وتو بکنه رئیس جمهور قانون مصوبه کنگره امریکا رو که دو مجلس تصویب کرده، دوباره برمیگرده به مجلس، این بار اگر بخواد تصویب بشه باید 2/3 آرای دو مجلس رو داشته باشه تا در واقع از بالا سر رئیس جمهور اون موقع نمیتونه بله دیگه بالا البته سر... اگه همون دفعه اول هم 2/3 داشته باشه نمیتونه وتو کنه. میتونه، چرا میکنه، میتونه بکنه ولی میدونه اون وقت بی حاصله چون برمیگرده مجلس دوباره 2/3 یه بار آقای کلینتون اشتباهو کرد، اشتباه محاسبه کرد، دوباره برگردون چون قبلا 2/3 اونجا تصویب شد دوباره. ببینید الان فقط آقای سازگارهای کوتاه بفرمایید چون خیلی مسئله هست. سنای امریکا به هر حال اولی تصویب شده 400-20، مجلس سنا دیروز اعلام شد، رویترز اعلام کرد که 8 نماینده سناتور دیگه پیوستند و 56 سناتور موافق این هستند که این لایحه جدید تصویب بشه و دولت ولو وتو بکنه اوباما رو بذارن در تنگنا. البته 17 نماینده سناتور از این 56 تا دموکراتن و 46 تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ما جمهوری خواه داریم، یعنی حدود 10 تا نماینده جمهوری خواه دیگه هستن که میتونن بپیوندن. دشواری الان برای مجلس سنای امریکا این است که آقای حریری رئیس اکثریت مجلس سنا که رئیس مجلس هم هست، این رو برابر آیین نامه در دستور نمیگذاره، هنوز کشمکشه، وگرنه اگر در دستور مجلس سنا قرار بگیره تصویب خواهد شد و احتمال هم داره به 67 نماینده 2/3 برسه، اون وقت دیگه وتو بی اثر خواهد شد. خب آقای نورزاده گفتید که جهان فراموش نخواهد کرد، اما میبینیم بخشی از جهان، هیئت انگلیسی به هیئت پارلمانی انگلیس به تهران میره، اما این بار برخلاف هیئت اروپایی سخنی از نقض حقوق بشر در ایران نیست، دیدارهای انجام نمیشه، محدودیتایی که تهران ایجاد کرده این هیئت پذیرفته. اینها باعث نمیشه که فراموش بشه اون چی که در ایران میگذره، نقض حقوق بشر. یک نمونهش ناپدید شدن دو شاعر نازنین، خانم فاطمه اختصاری هست و مهدی موسوی، که امیدواریم تا پخش این برنامه پیدا شده باشن در دقایق پایینی. من تعجب کردم آقای چالنگی، آقای جک استرو و لورد لاموند چرا در نماز جمعه شرکت نکردن؟ شاید احتمالا باید ریششون هم چند روزی نمیزدن، تسبیح هم دستشون میگفتن، کرواتشون هم مثل آقای مالکی وا میکردن. آقای جک استرو که احوالاتش معلومه و ارتباطاتش با جمهوری اسلامی، آقای لاموند هم یه موقعی در علارغم این که مال حزب محافظه کار بود ولی یه موقعی در مقام چنسلر و بعد در مقام مشاور عالی حزب در امور اقتصادی، ایشون هم سر و کارش با مسائل اقتصادی بود که به نوعی با آن سوی جهان در ارتباط. این است که من برای این هیئت نه اعتباری قائلم، نه هیئتی که میره تهران و رئیسش برمیگرده میگه ما اصلا اعتقاد به سانکشن ها نداشتیم و معتقدیم که جمهوری اسلامی برنامه اتمی صلح‌آمیزه. چه میتوان گفت با آقای جک استروی که وزیر خارجه بوده، وزیر دادگستری،
وزیر کشور و حداقل در مقام وزیر دادگستری انسانی است که اولین کلمه‌ای که باید به ایران می‌رسید می‌گفت پرسش از سرنوشت زندانیان سیاسی و مفقودین بود. حداقل باید ربوده شدن و کشته شدن یک شهروند بریتانیایی رو آقای عباسی یزدانپناه رو باید از مقامات جمهوری اسلامی سوال می‌کرد. حتی اون رو هم سوال نکرد. بنابراین ببینید آقای چالنگی، جک استروها و اوباماها اینا یه زمان موقت دارن، همیشگی که نیستن. آقای جک استرو از مقام وزیر خارجه انداختنش کنار چون فقط مقام براش بود و میز و تکون یعنی اصلا براش مهم نبود. بنده رو به یاد آقای میرسلیم خودمون میندازه که دفعه از مقام معاونت و مشاورت و وزارت کردنش مشاور استاندار ارومیه، پا شد رفت، هیچ مشکلی هم براش نداشت. تون در جمهوری اسلامی شغل مهم نیست، همه عمله خلوت مقام معظمن، حالا یکی بالاتر یکی پایین‌تر، ولی مجال استفاده و سوء استفاده فراهم. در اینجا هم آقای جک استرو ثابت کرده فقط حضور براش مطرحه، مهم نیست. خیلی از ایشون جوانتر بازنشسته کردن خودش. تونی بلر یکی از برجسته‌ترین سیاستمداران انگلیس در اوج جوانی، خیلی جوانتر از آقای جک استرو کنار کشید و امروز در اون کورتت بین‌المللی فلسطین جایگاه و اعتبار خاصی داره. به هر حال غرضم اینه، این هیئت‌ها رو بنده پشیزی براش ارزش قائل نیستم. هیئت اروپایی به وظیفه وجدانی خودش عمل کرد، حداقل با دو شخصیت مورد احترام جامعه ایران گفتگو کرد، ولی این آقایون رفتن که از قبر امام خمینی دیدن کنن و با اون نمایندگان مجلس هم که دیدیم کیا بودن بشینن و اظهار شادمانی بکنن که به دیدار مملکت ولایت فقیه اومدن. آقای احسازگار اگه کوتاه بفرمایید، آیا توجه به نقض حقوق بشر در کشورهایی مثل ایران، به خصوص در ایران، در نگاه از نگاه واشنگتن به اوضاع جاری در ایران حذف شده و این دولت، دولت اوباما تنها دغدغش در مورد ایران این هستش که حکومت دینی ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه یا بکنه یا برنامه اتمیش هست و هر چی که از نظر حقوق بشر انجام میده. این بسکتبالیستی که الان آقای بسکتبالیستی که رفت آقای براد هر که هست وادمن همچون اسمی داره به کره شمالی مورد انتقاد قرار گرفت، حالا کارهای خلافی هم کرده که پوزش خواسته، به خاطر اینکه به یک کشوری رفته که در اونجا آزادی نیست و کشتار هست و چی هست و چه نیست. در مورد ایران چی؟ وزارت خارجه امریکا به هر حال تکنوکراتن و شغلشون هم به قول خودشون این است که مذاکره کنند و روابط رو بهبود بدن. در خصوص حقوق بشر به خصوص، اگر الان شما با مامورین و مسئولین وزارت خارجه امریکا صحبت کنید که خب آقا شما با ایران حرف میزنین، تکلیف حقوق مردم ایران چی میشه، معمولا استدلالشون، البته علنی نه ها، علنی ممکنه چند تا جست بگیرن، اما معمولا استدلالشون در مذاکرات خصوصی نه این است که اگر الان ما اینو مطرح کنیم رابطه برقرار نمیشه، مذاکرات به هم میخوره و مسائل معوق میمونه. ما الان مشکلمون فرض کنیم در درجه اول این است که برنامه هسته‌ای ایران رو کنترل کنیم، بعد هم مشکلمون سوریه است و تروریسم و عراق و بعد به این چیزا فکر کنیم. اما وقتی براشون استدلال بکنید که میکنید که آقا شما در دوره شوروی هم همین رو میگفتید، یعنی تا میمد بحث سرکوب کمونیستا و قتل عام مردم و زندانها و گولاک بیاد وسط، میگفتید نه 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 حرف نزنید، بذارید ما داریم مذاکرات سالت میکنیم، داریم محدودسازی سلاح‌های اتمی صحبت می‌کنیم، این به تشنج زدایی کمک می‌کنه. در حالی که اتفاقا آخر سر اون چیزی که شوروی رو از پا درآورد و اون امپراتوری شیطان رو به قول ریگان آورد پایین، همین مسئله حقوق بشر و خواست مردم شوروی بود که خودشون رو از سرکوب نجات بدن. این
از نکاتی است که آقای چالنگی اتفاقا در این لایحه جدید که محل دعوای دولت و کنگره شدم در فصل یکش، اونی که مجلس نمایندگان تصویب کرده، به صراحت برای نخستین بار هم هست که مطرح کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان تروریستی است و یک لیست در متن قانون اومده، نفر اول شخص آقای خامنه ایست و نوشته که اینها ناقض حقوق بشر در ایرانند و مشمول تحریم امریکان. هر مؤسسه در دنیا هم با مؤسسات زیر نظر اینها ارتباط بگیره مشمول تحریم امریکا خواهد شد. اتفاقا این همونیست که آقای خامنه ای هم خیلی عذاب بوده. در همین صحبت ایشون شما دیدید که با غیظ و غضب ایشون میگه که آمریکا حق نداره اصلا راجع به حقوق بشر حرف بزنه و نگرانی خودش رو ایشون ابراز کرده از اینکه دنیا دست روی نقطه ضعف اساسی این حکومت که نقض حقوق بشر هست بگذاره. بسکتبالیست آمریکایی اسمش هست دنیس رودمن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. نگاهی میاندازیم به آنچه که میان هنرمندان ایران و حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی گذشت و خبرهای دیگر تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده عزیز، دیدار هنرمندان با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی یا بالعکس؟ چهرهایی رو دیدیم تصاویر در تصاویری که هست با موهای سپید، دوستان، کسانی که سالیان میشناختیم و میشناسیم با چهرهای غمزده. یک نکته آقای نوریزاده، در عکسایی که من دیدم در تمام مشترک بود، از خانم پری صابری گرفته تا علی نصیریان تا داوود رشیدی و بقیه، لوریس شکناواریان و و و و حتی اون تهایی که نشسته بود آقای عنایت بخشی، یک خط مشترک در چهرهای همه بود. بله، خب خیلی طبیعی است، خیلی طبیعی است. آقای روحانی در ضمن صحبتشون تاکید بر ضرورت آزادی هنرمند و غیره هی تاکید میکنن، نه هنرمند سیاسی، نه به سیاست دور باشه، یعنی به نوعی هنرمند رو براش دارن تعیین تکلیف میکنن، در حالی که هنرمند میتونه در همه عرصه ها حضور داشته. به سیاست فرهنگه، این فرهنگ یه بعدش هم سیاسته و اتفاقا هنرمندان ما بعضا آدم های سیاسی بودن، حالا یه عده که برخواسته از مکتب نوشین و تمایلات چپ داشتن که بعد از انقلاب هم این تمایلات دوباره آشکار شد و البته یکی دو تاشون هم که اون تمایلاتو داشتن بعدن در خدمت امنیت خانه مبارک ولی الفقیه در اومدن علیه دوستانشون کار کردن که یکی دو مورد شد در همین اجتماع میدیدیم. ولی به طور کلی میخوام بگم هنرمند ایرانی براش اونجا خفقانه. یاد اون جمله فردین نازنین میفتم که شما هم یکی دو بار تکرار کردید تو برنامه، اونجا که واقعا راجع به روزمرگی سخن میگفت. هنرمندی که اجازه نداره توی صحنه از عشق بگه، هنرمندی که نمیتونه، حالا هنرمند تئاتر، سینماست، هنرمندی که خطوط قرمز براش ترسیم میشه، اینا هنرمندی مثل آقای دی نمکی میخوان که توی یه صحنه فیلم برداری 6 تا رو به کشتن بده، براشون مهم نیست. اصلا انگار نه انگار 6 نفر کشته شدن، اصلا انگار نه انگار اینا آدم بودن، یکیشون یه سرهنگ ارتش بوده که توی جنگ فداکاری‌های بزرگ کرده علیه عراقی‌ها و هنرمندانی هم که آوردن اونجا نشوندن، به نظر من همه اثر ناچاری اومده بودن اغلبشون و پر از درد و حرف بودن، ولی آقای روحانی مجال حرفو بست، یعنی عملا به اونا گفت خط قرمز کجاست و در نتیجه ما یک اعتراض عمیق نشنیدیم، ما نفهمیدیم. چندی قبل داشتم یک برنامه رو می دیدم، آقای حاج عزت رئیس صدا و سیمای
سردار سرتیپ حاج عزت نشسته بود و هنرمندان تئاتر و سریال ساز هم کنارش بودن و اونجا نگاه میکردم، آقای بهزاد فراهانی صحبت میکرد و بعد که گوش کردم دیدم خب حرفا خیلی تفلکو دارن صحبت میکنن، آقا کانال 3 تلویزیون سریال های ما رو پول بده بهتر بخره ما بتونیم، درد و مسائلشون در این چارچوبا خلاصه شده، ولی ته دلشون که برید عمقش رو برید، به خصوص اگر هنرمندان مسئولی مثل پری صابری باشن، مثل عنایت بخشی باشن، مثل خود نصیریان یا دیگران متاثر می شادم وقتی این حالت رو می بیند چون که چقدر بعضیشون زود پیر شدن، اینم برای آدم تلخه. عمق دل هنرمندان ایران اشاره شد به روانشاد محمد علی فردین، اونچه که سالیان سال پیش گفت و همچنان ادامه دارد میشنوید، اونچه که روانشاد فردین در مراسم یادبود علی تابش هنرمند بزرگ ایران گفت. بالاخره همه رفتاری هستیم، این حقیقت نیست که هست تلقه در هست، یه حقیقت میوه های تلقی هستن که نباید چیز شدن، سعی کن حقیقت هر چیزی را دریابی به شرط آنکه کال یا تلق نباشد. مرگ حق، ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی، این مرگه؟ همه داریم هر روز میمیریم، زندگی کجاست؟ علی هر روز مرد به امید یک روز زندگی، اون زندگی که قبلا داشت ولی بهش نرسید. ولی چه میشه کرد؟ کاری دیگه ای نمیتونی رو کنی، فقط آقای شارف نادری گاهی ماها رو دور هم جمع میکنه، خودمون به خودمون جایزه میدی، خودمون خود از خودمون تشکر میکنی، خودمون از خودمون سپاس میکنی، میگیم میخندیم، شعر میگیم، شعر میشنویم، ساز قشنگ میشنوید، این دیگه اونجا قطعی هست، ولی هر روز میبینید. تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا، سخنان فردین روشنی، هنرمند بزرگ سینمای ایران که همچنان در دل میلیون‌ها ایرانی جا داره، همچنان که در تشییع جنازه او، پیکر او نشان دادن مردم ایران. و ما آقای سازگارا، اگر قرار بر حرفه که حرف زده بشه، حرفای زیبا زده بشه، که البته آقای روحانی همونطور هم که اشاره کرد، آقای نوری‌زاده خط و نشون هم کشید، خط قرمزار هم تقریبا مشخص، اگر قرار بر حرفه که حرفای بدی، حرفای خوبی هم آقای خاتمی میزد و بسیار حرفای خیلی امیدوار کننده، 8 سال تمام و این هنرمندان رفتن پای منبر آقای خامنه ای هم نشستن، حالا بعضیشون در خلوت، خب متاسفانه بعضی از اونها در خلوت دست به سینه در برابر آقایون ایستادن، قرار اگر بر حرف اون آقای خاتمی هم زد، ولی نتیجه رو که دیدیم چه شد، که دیدیم چه شد، الان چی؟ آیا بازم میشه امیدوار بود که یک روحانی، یک ملای شیعه دیگه بیاد بیسته اونجا و درباره عرض کنم خدمتتون صحبت کنه، درباره هنر و چگونگی هنر و همین هم همسال دوستانی که نشستن، آقای علی نصیریان در طبق طلا حلوا میشد، پیش از انقلاب به فستیوال های بزرگ دعوت میشد و و و جای دیگه، و یا آقای داوود رشیدی که کل جریان تئاتر کشور در دستش بود، که البته کوپالا بس، این بحث نیست، حرفای آقای روحانی، حرف آیا کافی است؟ خب طبیعتاً نگفت به عمل کار برایت به سخندانی نیست، ولی به نظر من در این صحبت‌های آقای روحانی برعکس اون صحبت ایشون در مورد نوهدی که بسیار صحبت بدی بود و
ایشون یک عده ساندیسخور حکومتی رو مردم خطاب کرد و داد همه رو در آورد، خیلی ها بهش انتقاد کردن. در این صحبتش با هنرمندا به نظر من دو سه تا نکته هست که میشه روش پافشاری کرد و از ایشون خواست که در این نکات دست به عمل بزنه. از جمله ایشون تهاجم فرهنگی که آقای خامنه ای 21-2 سال با این تئوری، با این بساطی که درست کرده، هر دگر اندیشی رو جاسوس کرده، متهم کرده، سرکوب کرده و از سر راه برداشته. آقای روحانی در این صحبتش تهاجم فرهنگی رو یه خط قرمز روش کشید و در واقع باز تعریفش کرد. گفت تهاجم فرهنگی یعنی اینکه کسانی بخواهند در جهان یکسانسازی فرهنگی بکنن و اون وقت البته درست برعکس باید هنرمند مملکت پروبالش باز باشه، تولید بکنه که یکسانسازی نشه. این کاملا مغایر است با حرفایی که آقای خامنه‌ای 20 سال زده و بر اساسش هزاران نویسنده و روزنامه نگار رو آزار داده یا خب بله حرفه باز تا اینجا شایی سازگاره. من حرف من این نیست که حرفایی که زده ایشون بده یا خوبه. آقای خاتمی هم حرفایی میزد که بله به نظر من چجوری چه امیدی هست، چه نشونهایی شما میبینید که اینا عمل بشه یا چه باید کرد که عمل بشه؟ واقعا همینو میخواستم عرض کنم. ببینید یا اون حقیقه ایشون که میگه هنر بدون آزادی اصلا واقعی نیست، یا هنر ارزشی و غیر ارزشی نداریم، اینا کاملا مغایر حرفاییست که تا الان شخص آقای خامنه ای زده. حالا از اینجا به بعد باید از آقای روحانی توقع داشت، برای اینکه به قول شما فقط حرف و باد هوا و یه تعداد تعارف نباشه، اینها باید تبدیل بشه به عمل. مثلا فرض کنید اون بحثی که در حوزه کتاب ممیزی قبل از چاپ برداشته بشه و وزیر ارشاد مطرح کرد رو به اجرا در بیارن، یا باز شدن انجمنها و نهادهای مدنی هنرمندا در ابعاد مختلف، خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه سینما، غیره. حالا خانه سینما درش باز شد که جامعه مدنی هنرمندا وقتی رشد بکنه بتونن که از حقوقشون دفاع بکنن، یا قوانین دیگری در خصوص مسئله سانسور یا مطبوعات و غیره، و همینطور کمک هایی رو که دولت در حوزه فرهنگ انجام میداد، در حوزه عرض شود که تسهیل تولیدات فرهنگی میکرده و امثال هم. از اینجا به بعدش که به نظر من باید گریبان آقای روحانی رو گرفت و به ایشون گفت این حرفا خوب، بسیار هم ممنون، شما در واقع روی 20 سال حرفای آقای خامنه ای خط کشیدید، اما برای اجرا در اومدنش این راهکارها لازمه و این قوانین لازمه و به پیش باید بره ایشون. من فکر میکنم اینجا از اینجا شه که اتفاقا خود هنرمندان، خود دستندرکاران فرهنگ کشور میتونن راهکارهای متفاوتی رو ارائه کنن و توقعاتشون رو پیش پای دولت های روحانی بگیرن. و این راه حلیست کنید. من این رو فقط اشاره میکنم با احترام بسیار، در جلسه دو سه سال، چند سال پس از انقلاب بود، سه سال حدودا، چقدر، زمانی که آقای خامنه‌ای تازه رئیس جمهور شده بود، در مهمانی یا جلسه یا نشستی یا هرچی که هست با آقای نصیریان هم بودن، آقای انتظامی هم بودن، بحث همین بود اون زمان که هشداری که اگر اسمش هشدار هست من مطرح کردم که وضع چنین نخواهد بود، هنر وضعیتی یا هنرمندان وضعیتی چنین دوام نخواهد بود و سرکوب خواهد شد اگر این کار نشه، اگر این نکن. این هشدار جدی گرفته نشد، همچنان که البته به هشدار بسیار کوچیکی در یه محفل خصوصی مرد بزرگ تاریخ معاصر ایران دکتر شاپور بختیار هشدار وسیع در سطح ملیش نشنیدید. امیدواریم در حال حاضر هنرمندان امیدی که بستن این امید رو با فشارهایی که میتونن عملی بکنن.
همچنان که بزرگ مرد آواز ایران آقای شجریان سخنگوی ملتی شد در زمانی که باید و همچنان هست، امیدوارم هنرمندان به همین راه برن. آقای نوری‌زاده عزیز، در چنین ایامی دکتر شاپور بختیار به ملت ایران هشدار میداد که راهی که ادامه دارید میدید راه درستی نیست. آقا جان همین میشه که میبینیم آقای نصیریان و بسیاری دیگه نشستن با چهره‌های غمگین و امیدشون به این هست که یک ملای شیعه تکلیف هنر رو در ایران زمین، کشور فردوسی و حافظ و سعدی و هنرمندان بسیار دیگه روشن کنه و امکان و مجالی بشون بده. من همیشه آقای چالنگی عزیزم سه مورد رو همیشه به یاد میارم. یکی شگفتا که ملت افغانستان، اون البته اون هم گرفتار توطئه خارجی شدن، شخصیتی مثل دکتر نجیب الله رو از دست دادن، مردی آزاده که عاشق کشورش بود و زیر رو کرده بود افغانستان، عراقی ها که دکتر عیاد علاوی رو قدرشون ندونستن و ما ایرانی ها که زنده یاد دکتر شاپور بختیار رو. 25 سال آرزوی همه ما بود که حاکمیت ملی برقرار بشه، قانون اساسی مشروطه سو انجام بشه، تطبیق پیدا کنه و میدونستیم همونطور که دکتر صدیقی گفت که من سنم 75 سال اون زمان و به اندازه مشروطه و به مشروطه وفادارم، دکتر بختیارم وفادار بود و زمانی که شاه اومد سلطنت کنه و بده آقا دولت بیا تشکیل بشه مطابق تمایل مجلس و اصول و قوانین مشروطه رعایت بشه، ما گفتیم نخیر دیگه ما مشروطه نمیخوایم، ما مشروعه میخوایم، ما اون مشروطه عظیم و بزرگ رو نمیخوایم، ما شیخ فضل‌الله نوری میخوایم. یه بار اعدامش کردیم، حالا نه، میاریم رو تخم چشممون میبریم میشونیمش توی جماران، بچه‌هامون رو میبریم قربانی پیش پاش میکنیم، کشته میدیم، همه چی برای اینکه ما میخوایم مشروعه در ایران برقرار باشه. باور کنید آقای چالنگی، همین روزا تونس رو نگاه میکردم که قانون اساسیشو تایید کردن تو پارلمان، قنوشی هم مثل آقای خمینی وقتی برگشت بران بود که چادر سر زنای تونسی کنه، عبا بندازه رو دوش مرداش. این جامعه مدنی تونس بود که رد کرد، نپذیرفت، جلوش ایستاد، اتحادیه شغل بود که جلوش ایستاد، احزاب بودن، زنان تونسی بودن که نذاشتن قانون اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی یا کرواتی بر کشورشون مسلط بشه. در مصر همینطور، باز مردم بودن که جلوی مرسی ایستادن و ارتش رو به تحرک وادار کردن. دموکراسی فقط رأی انداختن تو صندوق نیست. 99.9% آری جمهوری اسلامی دموکراسی نیست، عکس مار به دیوار کشیدن و فریبکاری مردمه. ولی شگفتا که جامعه مدنی ما، روشنفکران ما، کسانی که رهبران فکری ما بودن، فریاد دکتر بختیار رو بی پاسخ گذاشتن، ندای اونو پاسخ ندادن و هیچ وقت یادم نمیره. آقا جان، دیکتاتوری نعلین 1000 بار بدتر از دیکتاتوری چکمه است. شما نخستین جلسه مطبوعاتی دکتر بختیار به خاطرتون هست؟ بله بودم اونجا. بله فرچ میخواید بنویسید. بله بودم و آقای بله آقای زنده یاد صالحیار گفت آقای دکتر بختیار اتفاقا تو منزلشون گفت آقای دکتر بختیار فردا روزنامه علیه شما خواهند نوشت. گفت علیه من بنویسند اما علیه ایران ننویسند. علیه ایران ننویسن حرف دکتر بختیار. من نکته رو که اشاره کردم درباره آقای نصیریان و آقای انتظامی که تندرستیش همواره پایدار باد، به خصوص آقای انتظامی که بیمارستان بود، این در اون مجلس آقای کسرایی هم بود میزبان ما هم، برای اینکه حرف بی اساس تلقی نشه، آقای دکتر جلال ستار، جلال ستار بله ایشون هی حاضر هستن و خدای نصیریان به خاطر دارم، امیدوار آینده خوشی رو برای هنر و هنرمندان در ایران آرزو میکنیم و امیدواریم همه هنرمندان راهی رو برن که سرانجام به آزادی هنر و هنرمندان و ایران و همه منتهی بشه، راهی که بزرگانی چون آقای شجریان و کسان دیگه ای رفتن و میرون. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر.
پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. آقای سازگارای عزیز، میبینیم که تهران همچنان آلوده و آلوده تر میشه روز به روز. در تصاویری که این روزها منتشر شده و از توچال گرفته شده، آلودگی هوا رو در تهران میزانش رو میتونیم حدس بزنیم. در مورد همین یک قلم، تأمین هوای سالم یا جلوگیری از آلودگیش، ولایت فقیه نباید احساس مسئولیت کنه؟ هوایی رو که خداوند به هر روایتی اسلامیش مسیح هر چی که به طور آزاد و طبیعی و پاک در اختیار بشر گذاشته. بله، واقعا مسئله آلودگی هوا و در بعد وسیع‌تر محیط زیست در ایران مسئله نه فقط دیگه نگران کننده بلکه بحرانی و عجیبی شده. خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که در یک دهه گذشته ما با شاخصهای جهانی محیط زیست 61 پله در بین کشورهای دنیا سقوط کردیم. یعنی آب، هوا، گونه های گیاهی و جانوری، دریاچه ها و رودخانه ها و غیره، در همه جا مسئله محیط زیست تبدیل به یک مسئله شده که خسارتش نه فقط الان مردم را آزار میده، بلکه تا ده ها سال بعد و شاید صد ها سال بعد تأثیرش رو بر ایران زمین خواهد گذاشت. در مورد هوا آقای چالنگی، خب تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیاست. تصاویری که اشاره کردید از فراز توچال مثل یک ابر آلوده سراسر شهر رو گرفته، اما متاسفانه این فقط به تهران ختم نمیشه. اهواز تبدیل به آلوده ترین شهر دنیا شده هواش. همین مشکل در اصفهان و شیراز و مشهد و سایر شهرهای ما هم هست. در همه دنیا برای این چاره پیدا کردن. یعنی اگر به نرخ تهران بود، کل کشور ما 14 میلیون خودرو توشه، 14 میلیون خورده‌ای. شهر نیویورک به تنهایی، مجموعه نیویورک بزرگ بیش از 15 میلیون خودرو درش هست. در امریکا 260 میلیون خودرو هست. اما اگر به نرخ تهران بود، مردم نیویورک تا حالا 10 دفعه بعد مرده بودن. ولی براش راه پیدا کردن، راه حلی که ماشین‌های جدید در واقع یک کاتالیک کانورتور، یک چیزی خیلی ارزان هم هست. خورده فروشی شما میتونید 60 دلار بخرید، عمده فروشی اگر دولت وارد کنه 20 دلار هم ارزان‌تر میشه. در اگزوز ماشین اگر نصب بکنن بیش از 60-70 درصد آلودگی ها رو میگیره. و بعدم توی موتور هم دو نوع آلودگی دیگر تولید میکنه، موتورهای بنزینی که اونها رو هم چه روی کاربراتور چه روی خود موتور نصب میکنن. و آلودگی ماشین بنزین سوزو که عامل اصلی آلودگی هوای تهران هست، بیش از 70-80 درصد ناشی از اتومبیل هاست، میشه حلش کرد. متاسفانه آقای چالنگی، ماشین پراید که الان بیشترین ماشینه، خود مرکز مطالعات سایپا اون موقع که اندازه میگرفت، آلوده ترین، آلوده کننده ترین اتومبیل حتی از پیکان قدیمی آلوده کننده تره و بیش از هر چیزی بی ضابطه این خودروها اومده در بازار. تست مناسب نداره، تجهیزات جدید مثل این فیلترها روشون نصب نمیشه و نه فقط نمیشه، اضافه شده. گفت مبارک خیلی خوشگل بود، آبلم دره برد، خیلی کم بود مشکل این بنزین سوزها. مسئله بنزین غیر استاندارد و آلوده به بنزن چه سرطانزاست، به شدت سر، به قول رئیس انجمن سرطان شناسی ایران گفته بود سونامی سرطان به وجود آورده، قوز بالای قوز شده. نتیجهش این که به قول یک دوست من که در ایران زندگی میکنه، میگفت ما که داریم فنا میشیم، ولی من فکری هم که این حضرات دلشون واسه ما که نمیسوزه، دلشون واسه خودشون و زن و بچه‌شون هم نمیسوزه که توی همین هوا زندگی میکنم. گفتم البته احتمال داره زن و بچه آقایون نباشن، تو اونا یا در کانادا تشریف دارن یا در انگلیس یا در
جاهای خوش آب و هوا ویلا داشته باشن. ولی به هر صورت واقعا به نظر من با اهل فن نشم آقای چالنگی، من نشستم صحبت کردم با اتفاقا یه دوست امریکایی داریم متخصص محیط زیسته و با ایران هم کار میکنیم، همشون میگن که مسئله آلودگی ناشی از خودروها و اکثریت بخش آلودگی هوای تهران در شهرهای بزرگ درمان داره، راه حل داره و شاید باید برمی حتی حل کنن مسئله رو. به نظر من بیش از هر چیزی ناشی از بنیان فکری این آقایونیست که نه مدیریت لازم رو دارن و نه در واقع دلشون هم میسوزه. یعنی اهمیتی وقتی در نگاهشون مردم اغنام الله هستن خیلی دلی هم نمیسوزنن بر این که حالا ریت سرطان رفته باشه بالا یا مردم دائما دچار سردرد و سرگیجه باشه. خب آقای نوری‌زاده دریا همچین شرایطی که البته به نیویورک اشاره کرده آقای سازگارا، ولی آقای احمد خاتمی مدعی از کشورهای غرب اینقدر مسائلش ناشی از اینه که ولی فقیه نداره از هر نوع مسائلی که دارن و گفتم کشورهای منطقه هم به این دلیل مشکلات پیدا کردن، به پیروزی و اینا نرسیدن، مصر و تونس و بقیه جاها لیبی که ولی فقیه نداره. و یک ادعای دیگه هم کرده، گفته که عرض کنم که ولی فقیه همون امیر و سلطان و ناظر و نایب الفقیه و از این حاکم و همه اینا یعنی فقیه. یادش رفته که ناصر سو گفته، البته شاه رو نگفته، سلطان گفته به معنی سلطه جویی و مسلط و از این حرفا. ناصر خسرو عظیم و بزرگ گفته که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اجدها شدم. تفسیر شما رو بشنم. آقای احمد خاتمی رو که آدم میبینه، من به قصاص رو قبول ندارم، اگه قبول داشتم میدم 60 ضربه شلاقش بزنم به خاطر این چرندرنده که میگه. من فکر کردم شما وقتی میبینید خود شما احساس قصاص میکنید، چون خوب که البته درسته بچه ها رو از این میترسونم مادرانشون برد یاد عذاب الهی میفتن واقعا اگر قرار باشه این این شیاطین جهنمی ریختی باشن، خب واقعا آدم باید از حالا دست به دامن خدا بشه. در هر حال آقای چالنگی عزیزم، در تأکید حرفای آقای سازگارا در مورد آلودگی بنزین و اینکه اینا برای اینکه تحریما رو دور بزنن رفتن کارخانجات پتروشیمی ما رو تبدیل کردن به کارخانجات تولید بنزین با بلد بسیار بالا و با مس زیاد، با روی زیاد و همینطور با همون بنزنهایی که عنوان میکنند و واقعا آلوده است. یعنی نصف این دوستانی که ما باشون حرف میزنیم آسم دارن، سینه درد دارن. بعد واقعا همونطور که گفتن آقای سازگارا، حالا اومدن اینا تازه پارازیت هم برای ماهواره ها میدن، اونم با مایکروویو. در نتیجه شما ببینید چه فضایی برای مردم ایجاد کردن. اما یک خیانت بزرگ هم مسئولان این نظام کردن، طبیعت تهران رو عوض کردن. شما پل رومی میرفتی، از توی اونجا وارد میشدی، چپ و راستت باغای بزرگ بود تا میرسی به باغ سفارت ترکیه و آلمان و انگلیس و روسیه و غیره. از این طرف جاده قدیم شمیران، قلهک، دولت، هر جا میرفتی پر از باغ و باغچه بود. تا به شمیران میرسیدید، اون شهرکای دور شمیران همه تمام ویران کردن، آپارتمان ساختن. تو کوچه 5 متری آپارتمان مجتمع مسکونی 12 طبقه. خب شما فکر کنین 12 طبقه اگه 24 تا آپارتمان باشه، حداقل 24 تا ماشین، 20 تا ماشین تو این کوچه میاد. و ببینید تازه به دوران رسیده های گشنه برای اینکه فقط پول درارن هیچ فکر نکردن چه بلایی بر سر پایتخت میارن. و این کار داره در جاهای دیگه هم تکرار میشه. شهر مشهد همیشه هواش عالی بود، زیبا بود، همیشه خواجه لبی، وکیل آباد، کوسنگی، احمد آباد، هر جا شما میرفتین خوب. اصفهان، ترقبه، شاندیز، شما اصفهان میمدید کنار زاینده‌رود، هشت بهشت که میرفتید، هر جا اون منطقه میرفتید، خیابان جلفا رو که میرفتید، خیابون نظر رو که میرفتید، پر از عطر گل و پر از
شیراز خیابان زند که دیگه بنده و شما تو جشن هنر زیاد پیاده روی کردیم توش، قصر و دشت، خونه آقای میبودی عزیز، هر جا شما میرفتید پر از باغ و باغچه و شهرهای دیگه. تمام ترکیب شهرها رو به هم زدن. واقعا لعنت بر این جمهوری ولایت فقیه که این وقتی اومد 34 سال پیش در چنین روزهایی ملتی رو از هویت خودش جدا کرد، دروغ رو فرمان روا ساخت در این کشور، تظاهر، فریبکاری، دین فروشی رو مسلط کرد بر این کشور و تمام اون داده‌های مثبت ما رو سایه انداخت روش، ازمون گرفت و جاش این چیزا رو و توی زندگی شهریمون، تو شهرامون، تو روابط اجتماعیمون همه چی فریبکاری. دیرو دیدم حدادیان اومده از اون یکی کریمی دفاع داره میکنه، کوری ببین اساکش کور دگر بود. اینا شدن نمادها، رجال مملکت، رجال مملکت، جای قوام سلطنه و مصدق و حسین علا و نمیدونم مشیر و دوله و غیره، رجالمون حدادیان و کریمی و حسین الله کرم و چه بگویم. خب آقای سازگار، یک مقداری از این درآمدها، یعنی آقای خامنه ای گفته که هدف از مذاکرات ما میخواستیم برن در مذاکرات دفع شهر بکنیم و ضمناً فکر ملت هم بره بالا. حالا فکر ملت این وسط از طریق مذاکرات اتمی با آمریکا و حتی مثلا به گفته ایشون دفع شهر شدن، گفتم دو ملت از نظر ظاهران ولی فقیه در ایران هست، یکی ملتی که زنجانی و رفسنجانی و خود بیت رهبری است، یکی هم ملتی که میبینیم کنار خیابون میخواد. از این ملت اولیه اگر یک مقدار خصوص زکات همین چپاول ها گرفته بشه 80 و چند میلیارد و این خمس و زکات رو نمیشه خرج جلوگیری از آلودگی هوا کرد، و چرا این پرونده های چپاول یا هر چی که اسمش هست، ایف و میل هر چی هست، همیشه به یک نفر ختم میشه؟ بابک زنجانی این بار، یه بار خاوری، و بعدم به مرور دیگه فراموش میشه. پرونده 3 میلیارد دلاری معلوم نشد سر کجا در اون، اینم کم کم فراموش میشه. چیه قضیه؟ بله، اتفاقا آقای دکتر علی نقی مشایخی که استاد با سابقه دانشگاه صنعتی آریامهر شریف فعلی هستند، دیدم مقاله خیلی خوبیشون در سرمقاله سه‌شنبه گذشته روزنامه دنیای اقتصاد نوشته بود دکتر مشایخی، و مسئله فساد نهادینه در کشور رو مطرح کرده بود و اتفاقا همین پرسش شما رو هم گذاشته بود که هر چند دفعه سرصدایی در میاد و یه بگیر بگیر و آی دوزد کو و این و اون، بعد هم میخوابه و از بین میره، در حالی که مشکل فساد باقی میمونه. ایشون لغت شجاعانه در واقع در ایران لغت جنبش رو به کار برده بود در مقالش و گفته بود که نیاز به یک جنبش ضد فساد ما داریم، جنبش ضد فسادی که دست غارتگران رو کوتاه کنه، فشار بیاره، قوانین کشور رو عوض کنه، مالکیت رو تضمین کنه، اموال به غارت رفته از مردم رو برگردونه و مسیر اقتصاد ایران رو به مسیر حساب شده و درستی بندازه. به نظر من برای درمان این ماجرا، گفت به قول سعدی که زباغ رعیت ملک اگر خورد سیبی، برآورند رعایا درخت از بیخ. آقای خامنه ای یه دونه سیب که از درخت نخورده، هیچی، کل درخت سیب از جا دره برده. تکلیف رعایا و نوکرایشون معلومه، اینا کل باغ رو با خاک یکسان کردن. به نظر من آقای چالنگی، این جنبش ضد فسادی که به درستی آقای دکتر مشایخی مطرح میکنه، از اولی ترین برخوردهاش باید به این باشه که اموال و املاک و تأسیساتی رو که زیر نظر شخص ولایت فقیه است، مثل ستاد اجرای فرمان امام با 95 میلیارد دلار سرمایه که 52 میلیاردش فقط ملک مردمه که گرفتن، مثل میلیاردها میلیارد سرمایه‌ای که سپاه روش دست انداخته و به علاوه قدر مرتبتهم حضرات مختلف از آقای مکارم شیرازی تا دیگران هر کدوم انداختن،
به موجب قوانین روشنی باید اینها رو گرفت، از این آقایون به ملت واگذار کرد، برگردون به ملت تا تازه بشه که یک قدم اولیه برداشت. تجربه‌ای که من دیدم آقای دکتر شاهین فاطمی هم در خارج از ایران به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه مقاله ایشون هم اتفاقا با همین راهکارها نوشته بودن. در جاهای دیگه دنیا هم آقای چالنگیل برای اصلاح اقتصاد، مبارزه با فساد و درآوردن ثروت ملت از دست این آدم‌ها شاید جزء اولین قدم‌هایی بوده که انجام شده و در کشورهای مثل لهستان بسیار موفق از آب در اومده و کمک کرده به اینکه اقتصاد به مسیر درستش بیاد. آقای نوری‌زاده از شوخی گذشته، واقعا اینو به طور جدی نمیشه بررسی کرد. دوران طولانی روحانیت شیعه، اونایی که هر چی که بود شرایطش داشتن، خمس و زکات از مردم میگرفتن. الان وضعیت برعکس شده. وقتی بیت رهبری یک قلم مثلا 90 میلیارد دلار چقدر زیر دستش هست و بقیه این 10 میلیارد دلاری، یک اصلاحات، یه تجدید نظر، یک هرچه که هست جنبشی در فتواهای شیعه بشه که آقا بیاین حالا خمس و زکات شما به ملت بدید، چون میبینیم الان ملتی که کنار خیابون، این یکی ملت گفته شاهد کنار خیابون میخوابه و دستش به جایی هم بند نیست، کارمند دولت، جیب خالی، سفره خالی، معلم دولت و و و. آقای قرائتی اینو نقد کرد که آخونده تو چاه افتاده بود، طرف دستشو کرد گفت بده من دستتو بیا بالا، گفت نمیدم، گفت دستتو بده میمیری، گفت نمیدم، گفت چرا نمیدی، گفت بگو نگو دستمو بگیر، بگو تو نباید بگی دستتو بده من، باید بگی دستمو بگیر، ما فقط میگیریم، ما که نمیدیم چیزی به کسی. حالا قرازم اینه که بعدم میگه ما 5 تومانی رو که میگیریم هم سورا قایم میکنیم، حالا دولتو بیاین پس بدیم. آقایون مراجع اعظام و علمای اعلام تاجر شدن. ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی، آقای محمد یزدی کاندومساز، آقای امامی کاشانی کارخونه لاستیک، هر کدوم خلاصه مشغولن به یک تجارتی از پارچه چی تا توتون چپق، همه رو علمای اعلام براتون انجام میدن. علمای اعلام دیگه بی نیاز شدن به خمس و زکاتی که حاج برخوردار میورد مثلا 100 هزار تومان بهشون میده، حاجی فلان میومد، آقای مانیان میومد، آقای نمیدونم اینا دونه دونه میمدن بهشون یه خمس و زکات میدادن، اونا هم اینو خرج طلبه ها میکردن، مسجد میساختن، حموم میساختن، از این کارا میکردن. الان آقایون علما بی نیازن، ماشاءالله یکی دامادش رئیس قوه قضایی است، خب دیگه احتیاج نداره، داماد میدزدد و پدرزنم برخوردار میشه. یکی دیگه از مقام معظم رهبری درآمد 7 میلیاردی در سال داره، اون یکی 10 میلیاردی. آقای صافی گلپایگانی پاش لب گوره، براش تو بودجه سهمیه گذاشتن. منظورم اینه این آقایون علما، با این علما هنوز مردم از خلاصه ناامیدن. این آقایون علما همون شیخ فضل الله های نوری هستن که حالا مسلط شدن، داماد و پسر و آقازاده و عمه‌زاده و خاله و آیزنه و غیره شون هم مشغول کار اجرایی هن. مشکلی ندارن، پولم به مردم نمیدن. قرائتی درست گفت، 5 تومانی رو پس نمیدن، وای به حال میلیارد ها پول، وای به حال دلار و پوند و ارزهای خارج. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر سازگارا در واشنگتن. باز استفاده بسیم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. شما عزیزان میتونید برنامه های پیشین تفسیر خبر رو با مراجعه به وبسایت شبکه تلویزیونی ایران فردا ببینید و برنامه های دیگه این شبکه رو. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچا، سهند و سبلان، کوهساران تفتان، دنا، آسماری، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.